و بگیم به هر حال از حوثی‌ها گرفته در یمن تا حزب الله در لبنان، حشد الشعبی گرفته فاطمه زینبیون و اینی که به هر حال حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و همینطور حماس. یعنی که یک نه فقط مسئله تعادل فناوری به هر حال اتمی و هسته‌ای مطرح میشه در خاورمیانه، این جسار دیگه ای رو مطرح میکنه: آیا کشورهای همسایه ایران من جمله روسیه و 15 کشوری که از اتحاد جماهیر شوروی آنان بیرون آمدن، آیا به دنبال آن هستند که یک ایران اتمی داشته باشیم؟ آیا یکایی که کشورهای ابرقدرت هایی، حالا ما صحبت از ابرقدرت های منطقی رو نمی کنیم، حالا بگیم ایران، ترکیه و اسرائیل، ولی اگر در نظر بگیریم مثلا چین و روسیه و آمریکا رو، مخصوصا چین با نزدیکی آن به عربستان سعودی و عربستان سعودی نیز تکال های خیلی بارزی داشت از این نقطه نظر که از یک طرف با آمریکا قهر و آشتی داشتن به خاطر قاشقچی، از طرف دیگه بحث و گفتگو داشتن با روسیه از نظر خریداری تسلیحات، از اون طرف با چین وارد یک قراردادی شدن که مسئله سه جزیره تنب ابو موسی، تنب کوچک و بزرگ ابو موسی را حتی زیر سوال نیز برده بود. و آیا چین و ابرقدرت هایی که ما در صحبتش رو میکنیم که آمریکا داره به گونه ای داره دور میشه از خاورمیانه و جای پای خودش رو داره در خاور دور باز میکنه، چین و روسیه هستن. حالا ما در نظر بگیریم چین رو، آیا به دنبال یک ثبات منطقه‌ای هست؟ پاسخ من بله، به دنبال ثبات منطقه‌ای هست و از این نظر میشه گفت از نظر استراتژی ثبات منطقه‌ای و آمریکا و روسیه به نفع همه هستش که الان ایران وارد یک جریان دیپلماتیک شده با عربستان سعودی، با عمان، با کشورهای فیما بین شیخ نشین های خلیج فارس و غیره که بتونه از طریق نیست اسد رو با کشتن حالا مسلمان کشی و سنی کشی 700 هزار نفر وارد اتحادیه عرب بکنه و از این طریق بیاد یه گونه مظلوم نمایی انجام بده و از طرف دیگه بیاد کاری که اسد انجام داده رو با کشتن این همه سنی به گونه ای، حالا نمیدونم تطهیرش بکنه، ولی به گونه دیگر ما میبینیم که شمخانی به روسیه میره، شمخانی به چین میره، شمخانی به هر حال با جناب فکر کنم اکبری بودن که هست میشن، جناب شمخانی با 92 تا کشتی های آدمیرال فرزندانشون و خانواده و بعد از خانواده لاریجانی خانواده شمخانی هستن که قدرت رو در دست دارن، ایشون هم به گونه ای به کنار زده میشن که صدور نفت ایران رو به گونه در دست داشته و دارن. ولی اگر من بخوام یک جنبندی داشته باشم از سه جنبه، یکی از نظر دیپلماتیک و از نظر روابط بین الملل، یک مسئله دوم از نظر هژمونی بین ال یعنی هژمونی منطقه‌ای و سه از نظر ساختار داخلی حالا ایران و اسرائیل از احتمالات حملات نظامی. اگر من بخوام از اول شروع بکنم، یعنی از ساختار سیاسی اسرائیل شروع بکنم، اسرائیل در حال حاضر وارد یک جریانی از رفرم قضایی شده که ما در اسرائیل اون اولیگارشی قضایی مینامیم، که اگر در ایران هستند، یعنی که شورایی هستش که میاد تنظیم میکنه و تصمیم گیری میکنه درباره مسائلی که در اسرائیل هست، در حال حاضر شورایی که از
15 تا قضات دیوان عالی اسرائیل ایجاد شده که استقلال خودشون در از 30 سال اخیر داشتن، میتونن از طریق مشاوران حقوق خودشون حتی میتونن یعنی آری و خیر داشته باشن، یعنی که هر گونه تصمیم گیری دولت نتانیاهو و راستگرای آن رو میتونن بیان و استیضاح بکنن و زیر سوال ببرن. یعنی که آیا اسرائیل با وجود که بگیم یعنی ایران الان